به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام سلام و صد سلام خدمت شما نازنین های گل ان که خوب و صحتمند و سر حال باشید خب شاگردای خوبم رسیدیم به جلسه پنجم فیزیک صنف نهم در جلسه قبلی چی را خوانده بودیم حرکت مستقیم الخط یک نواخت خوانده بودیم دی حرکت کدام نو... اه... کمیت ما ثابت بود آفرین کمیت چی؟ وی سرعت سرعت ما ثابت بود و گرافش چه قسم یک گراف بود؟ خط مستقیم بود آفرین هر موقعی که شما گراف خط مستقیم هم یعنی یعنی که چی از حرکت ما مستقیم الخط و یک نواخت است سرعتش تغییر نمیکنه همیشه جسم یا موتر است بایسکل است موتر سایکل است فواصل مساوی رو در زمان های مساوی حل میکنه بیایم در این رابطه یک مثال حل کنیم مثال کتاب شما از گفته موتری شما رو اول گفته بودم در قسمت مثال معلوم و مجهول کنین چیزایی که برتان داده یک طرف صفحه نوشته کنین و چیزایی که نداده را مساوی نوشته کنین و سوالی بانین رویش درست است یک بار من مثال برتان میخوانم خب دقت کنین و مثال موتری در مدت 20 دقیقه از موقعیت A تا B به سرعت ثابت حرکت کرده سرعتش اگه ثابت گفت خودت میفهمی چی است حرکت مستقیم الخط و یک نواخت است هم برد گفته 20 دقیقه از موقعیت A تا B حرکت کرده سرعت موتر چه مقدار است و گراف سرعت و زمانش را رسم کنی گراف ها رو من جلسه پیش برتان رسم کرده بودم سرعت نظر به زمان فاصله نظر به زمان این سرعت به نظر به زمان گفته گرافش هم حالت اولی است که خط مستقیم است خب ما میریم دقت کنین به حل سوال شکل برتان داده خب در شکل همه چیز واضح است زمانش برتان گفته بود که تی خب تی مسایی میشه با 20 دقیقه گفته بود نه ایجا بی همی همین موتر است دقت کنید بر ما گفته 9 کیلومتر از A تا بی به خاطری که در سوال ما گفته از نقطه ای تا بی پس اینی رو دیگه کار نداری از نو... او تا بی را که دوازده کیلومتر است ایش ما کار نداریم فقط این نه کیلومتر دی ما چند است نه کیلومتر زمان ما چند است 20 دقیقه خب نوشته میکنیم که تی مسایی میشه به 20 دقیقه و دی ما مسایی میشد به 9 کیلومتر. اول بیاین این واحدات از زیر جور کنیم همیشه واحد کیلومتر یک واحد فرعی است خب کیلومتر با ساعت می‌آید و سانتی متر همیشه این رقم یا هر دوش تبدیل کو یا کیلومتر به متر تبدیل کو و دقیقه به ثانیه سوال حل کو به یک واحد تبدیل کو یا کیلومتر که هست و سیر ساعت بگی سانتی متر با ثانیه میه متر تون همیشه با ثانیه اینا رو باید تبدیل کنیم ولی چیشون به ما دقیقه داده ما اینو تبدیل کنیم به ساعت شما این یاد دارین تبدیل واحدات زمان است درست است؟ خب دیگه گوشه تبدیلش میکنیم اگر ما بخوایم که تی ما مساوی میشه به 20 ضرب در چندش بکنیم ببخشین تقسیم میشه نه چون واحد بزرگتر است تقسیم 60 میشه به خاطر چی تقسیم 60 میشه اگه ما ضرب 60 کنیم بازی ثانیه میشه خرد شده میره تقسیم 60 میگیم که واحد ما بزرگ شده بره به خاطر بزرگ ساختن واحد ام واحد ما باید تقسیم شود و واحد اگه میخواین خرد بسازین یعنی ثانیه میخواین با ضرب شستش میکریم. میکنین اگه ایر ضرب 60 کنم ثانیه به دست میه اگه ایر تقسیم شست کنم دقیقه خب 20 تقسیم شست چند میشه یک دو دو سه دو شش یک بر سه یک بر سه رو نوشته سفر میتونی سه ساعت درست است خب این تبدیل کردیم دی ما درست است دی ما مساوی میشه به 9 کیلومتر خب بیایم میره حل کنیم داشتیم فرمول که وی مساوی میشه به دی بر تی وی مساوی میشه به دی بر تی وی مساوی میشه به دی ما چند است 9 کیلومتر و سه ساعت خب برای تبدیل ما میتونیم که چی کنیم اطراف ضرب در ده کنیم تا اشاریش خلاص شانه ضرب ده کنیم این اشاری خلاص میشه ولی ای که اشاریه نداره یک صفر بهش اضافه میشه یعنی چی؟ 90 کیلومتر بر سه این قسمت دفعه ببین صفر اشاری سه رو ضرب ده کدام سه شد نه رو ضرب ده کدام صورت و مخرج ضرب در یک عدد 90 شد اینا. این اختصارش میکنید. یک سی, سی, سی نو سفر سی کیلومتر پس سرعت ما چی شد؟ سی کیلومتر ببین در قسمت سرعت ثابت گفته یعنی همیش سی کیلومتر وی 1 و سی کیلومتر است وی دوی سی کیلومتر است وی, وی تا باز گرافش رو بر شما گفته رسم کنین شما جلسه پیش براتان نشان دادم ترسی میره من فقط براتان رهنمایی میکنم و گرافش را شما رسم گراف وید وقتی ثابت بود گفته کدام گراف رسم کو تی و ویره ما چه قسم رسم کرده بودیم اینجا خط مستقیم آمده بود نه این چند نقطه را به این انتخاب کو وی مساوی بشه و سی است تی یکش انتخاب کو تی دویش پیدا دو کنم دو نقطه هم درست است و امور رقم خودت قیمت وز کو و گراف تا رسم کو چون جلسه پیش ما اینه کار کردیم سوال حل کردیم گراف راهنمایی کردیم و شما میرین فقط یه خط مستقیم اینجاست گرافش او رو هم شما رسم میکنید در کتاب چایتان. خوبی بود مثال از درس گذشته ما. درس جدید و ما امروز سرعت متوسط است. دقت کنین ما بر شما گفته بودم که همیشه هم یک موتر، یک موتر سایکل، یک بایسیکل فواصل مساوی رو در زمانهای مساوی تعیین نمیکنه. اگر ایره تعیین نکرد سرعتش از شما خواست. مثلا یک موتر از اینجا میره به یک ولایتی. مثلا ولایت پروان میره. درست است؟ وقتی که اوجه میره میبینه که سرعت محترم چقدر بوده گاهی وقت زیاد بوده یعنی از کابل تازه خارج شده بود ازدهام بوده سرعتش کم بوده و وقتی سرخ خلوت میشه سرعتش زیاد شده این میره سرعت متوسطی را پیدا کنیم مثل که شما در اطلاعنامه که میگیرین آخر سال نشست مضمون دری مثلا 91 مضمون ریاضی 90 مضمون پشتو همی رقم براتان نمرات داده شده نه داخل اوسط او رو پیدا کرده براتان که فیصدی تان است 90 فیصد یا 88 فیصد یا 95 فیصد این فیصدی رو از کجا کرده از اوسط نمرات تان گرفته پس سرعتی که متغیر باشه ثابت نباشه ما اوسطش رو پیدا میکنیم و این میگیم سرعت متوسط خب شاگرده خوب 9 کیلومتر سه ساعت حالا ما میخواییم که اینی رو اشاریش این خلاص کنیم خب این مساوی میشه به خاطر خلاص کردن اشاری یا نه تقسیم صفر اشاری سه سختتر میخواه وگر نه این رو تقسیم میشه ولی ما اول اشاریش خلاص میگیم زودتر تقسیم شده برای خلاص کردن اشاری صورت و مخرج زرد در یک عدد معین اجازه دارین بکنین یا تقسیم یک عدد ثابت هر دو ولی حالا ما ضرب در ده چرا میکنیم چون یک خانه اشاری داریم خب ضرب در ده میکنیم اگر دو خانه اشاری داشتیم صورت و مخرج ضرب در صد میکنیم خب نور را ضرب در ده میکنم واحدش خودش و صفر اشاری از سه را ضرب در چند میکنم؟ ده میکنم و واحدشون خودش وقتی ضرب در ده در اشاری یک خانه ای طرف میره یعنی ای طرف آمد و اشاری دیگه خلاص شد ایمان سه ساعت و اگر نور ضرب در ده کنم میشه نوت خب اینجا نوشته میکنیم پایینم میشه 90 بر سه درست است؟ واحدش چی است؟ کیلومتر بر ساعت خب بیر اختصار میکنیم یک سه 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 نو سفر سی درست است؟ بی مسایی میشه به سی کیلومتر خب سی کیلومتر فی ساعت باز اگر خواستین تبدیل واحد کنین کیلومتر ضرب در سی را ضرب در هزار میکنین که کیلومتر ده بنمای چند است سی است و ساعت چند است اینا لیره باید یک ساعت یک بار ضرب شستش کنین که دقیقه شد دفعه دوم ضرب شستش کنین که ثانیه شد درست است؟ اگه خواستین تبدیل کن اگه نخواستین ای هم درست است خب شاگردهای خوب این مثال از درس گذشته ما بود که حرکت های یک نواخت ها کار کردیم از درس امروز ما سرعت متوسط است من جلسه پیش بر شما چی گفته بودم گفتم یک موتر همیشه سرعت مساوی را در فواصل مساوی در زمان های مساوی نمیکنه یعنی سرعتش ثابت نیست اگه ازدهام بود سرعتش کم میشه اگر سرک خلوت شد یا سرک خامه شد سرعتش کم میشه سرک پخته شد سرعتش زیاد میشه با این چیزا روبرو میشه خب قبل از اینکه بریم بگیم سرعت متوسط چی است میریم در اطلاعنامه های شما شما در آخر سال وقتی اطلاعنامه میگیرین مضمون دری میگیرین 91 دو یا ریاضی میگیرین 90 و همین رقم همه مضمون در آخر برتون میه اوسط نمرات یا فیصدی نمرات درست است یعنی که در اوسط همین ده مضمون، هجره را که خودت داشتی اوسطش چند بوده؟ مثلا میای برد نود یعنی که اوسط اینا در هر مضمون نود است بعضیش زیاد گرفتی بعضیش کم ولی اوسطش ها پیدا کن نود که فیصد میشه فیصد یا هشتاده هشت فیصد یا نود پنج همین رقم در سرعت ما که تغییر بیایم مثلا از این میری به ولایت پروان در سرعت ما اگر تغییر بیه باز چی میشه؟ با سرعت ما یک سرعت متوسط پیدا میکنیم. موتر به شکل متوسط بینی سرعت از ولایت کابل تا ولایت پروان رفته. هرچنین بعضی وقتا سرک خامه شده، پخته شده یا بعضی وقت دهان بوده، بعضی وقت خلوتی بوده، موتر سرعتش تغییر کرده. ولی شما به چی میگنید؟ سرعت متوسط موتر پیدا میکنیم. به شکل متوسط موتر از کابل تا به ولایت وقتی رفته، اینی سرعت داشته. ولی این در حالت در سه حالت است که هر سه حالت شد باز بر شما فرمولایش نوشتم نوشته میکنم سرعت متوسط نوشته میکنیم سرعت متوسط ببینید در یک حالت اگه سرعت شما, شما ما سه تا فرمول را براتان نوشته میکنم هر قسم سوال از این که بیه، باز شما میتونید حل کنید ببین فرض کنید این سرک مستقیم است سرک مستقیم است این, این مبدا است و اینی هم نقطه بی باشه یا انجامی که متر حرکت کرده ما اگه یک موتر داشته باشیم در این سرک حرکت میکنه خب بعضی وقت با سرعت زیاد بعضی وقت با سرعت کم اگه سرعت از اینجا بخواید از شما چی کار میکنین؟ از نقطه او تا به بی یک نقطه مکمل راه را دیگه مکمل تمام راه را ازت خواست از نقطه او تا بی گفت سرعت پیدا کن سرعت از تمام راه را, را چه رقم پیدا میکنی؟ خب کل سرعت ما مطالعه میکنی یعنی کل سرعت در کتابتان نوشته یا تمام سرعت یه چه رقم پیدا میکنید شما خوانده بودین در فرمول سرعت آفرین گفتیم فاصله تایی شده یا تغییر موقعیت نظر به زمان وی مساوی میشد به چی؟ دی بر تی به کل زیر خواسته از اولی که شروع به حرکت کرده از زمان سفر ثانیه تا به نقطه آخری که رسید از این نقطه از اینجا حل میکن. اگر از شما یک نقطه مشخص بخواید میگه سرعت متوسط یعنی اینی قسمت از ای تا بیره مشخص کن مثل مثال قبل ما ای دیگه است تو نخواست نه. ای رو باز از کدام فرمول حل میکنی ای رو بگم مثلا فرمول اول درست است؟ اگر از نقطه ای تا بیره خواست یک, یک فاصله مشخص و دو تا نقطه تغییرات اینی رو میگه که تغییرات فاصله اگه بگوییم یعنی از اینجا تا اینجا فاصله اینی تغییرات زمان اگه بنشان بتیم درست است؟ نشان میکنیم دلتا دی بر دلتا تی تغییرات فاصله تغییرات زمان اینی رو منفی میکنیم اینی قسمت ازش چرا رقم دی دو منفی دی یک این را براتون در فرمول سرعت هم گفته بودم سرعت متوسط رویش خط میکشید مسایی میشه بر. دلتا دی بر دلتا تی در کدام حالت زمانی که یک نقطه مشخص ازت خواست اینیش منفی میکنینه چون اینو کار نداریم منفی میگه میگی دی دو منفی دیک یک اینی فاصله رو میکشیم تی دو منفی تی اک. دلتا دی بر دلتا تی تغییرات فاصله بر تغییرات زمان مساوی میشه با دی دو منفی دی یک بر تی دو منفی تی یک رو میگیم فرمول دومی خب یک چیز دیگه شما همون قسم دریافت فیصدی رو یاد دارین دیگه صرف نهم شدین دریافت فیصدی تان اگه با این اطلاع تان نوشته نکنه یاد دارین نه نمره کل صد است مثلا چند تا داری ده تا مضمون داری صد ضرب ده میکنی چند میشه هزار هزار باز دوباره تقسیم ده میکنی که فیصدی پیدا میشه حالا رابطه سوم و همی چیز است خب رابطه سوم هم یک اگه چند دانه داشتیم چند نقطه اینجا دو نقطه را گفت اگه دو نقطه را داشتی از این رابطه اگه کلش را خواست از این رابطه اگه چند قسمت خواست ده متر اول از مثلا سی کیلومتر دوم از چل کیلومتر سوم چند دانه خواست از این ای فرمول استفاده میشه وی مساوی میشه باز بر هر سهش مثال کار میکنیم برتون بیشتر واضح میشه سرعت متوسط مساوی میشه همیشه بگی دی یک جمع دی دو جمع دی 3 همین رقم تا دی ان هر چقدر که داشتی هر قدری که بر از سوال شده بود بر اینی هر کدامش یک زمان مشخص خودش نه؟ تی یک جمع تی دو جمع همین رقم تا به تی ان این ای شد حالت سوم از این سه تا فرمول هر چقدر سوال از سرعت بیه به هر نوع سوال به یک نقطه مشخصه بخواید کلش را و یا چند قیمت برتون داده مثلا چند تا فاصله داده سه چهار تا فاصله داده سه چهار تا زمان داده سرعت متوسط استان خواسته شما از اینی سه رابطه کل مثال ها را میتونین حل کنین در رابطه اول یک بار از اول میگم سرعت متوسط چی است سرعت متوسط قسمی است که یعنی سرعتش در هر نقطه تغییر میکنه فاصل و مساوی رو در زمان های مساوی تعیین نمیکنه یک وقت سرعت زیاد است یک وقت کم است پس به خاطر ما میریم سرعت متوسطی رو پیدا میکنیم برای دریافت سرعت متوسط از هر سه تا فرمول این سه تا فرمول ها که یاد داشته باشی به خاطر بسپاری باز دیگه هر قسم مثالی که بیه حل میدونی خب اگه کل از یک نقطه اول حرکت کرد گفت زمان صفر حرکت کرده یعنی از مبدا حرکت کرده تا آخر از رابطه اول میکنی چی می‌کنی؟ فاصله تقسیم زمان سرعتش میشه تمام اگر یک نقطه مشخص داد برد از ای تا بی گفت معلوم کن، یک نقطه خاصشه یک مسیر خاص از سوال داد که سرعت دمی مسیر چقدر بوده از این رابطه حلش میکنی وی متوسط یا رویش یک خط میکشی دلتا دی بر دلتا تی یعنی دی دو منفی دی یک تی دو منفی تی یک از این رابطه حلش میکنی رابطه سوم اگر چند دانه فاصله ها را خواست مثلا ده کیلومتر، سی کیلومتر، چل کیلومتر همون رقم چند تا فاصله ها در چند تا زمان برد داد از این رابطه سرعت متوسطش پیدا میشه و جلسه بعدی بر شما به هر سهش مثال حل میکنم این فرمول ها بیشتر برتان واضح میشه درسته شاگرده خوب هر سه فرمول رو به خاطر بسپارین و تا جلسه بعدی خدا حافظ و ناصر شما